بایسکل سواری، قدم زدن، عبور کردن از سرک‌ها در کمبودیا، هند و تانزانیا. رقابت با رانندگان و اکثرا ناکام شدند. سالانه بیشتر از 1.2 میلیون تن در اثر حوادث ترافیکی جان می‌بازند. آفریقای جنوبی یکی از کشورهای جهان است که بدترین نوع مسئولیت جاده‌ها را دارد که هر سال روزانه 40 تن هلاك می‌شوند. زنانی ماندلا، یکی از نوسه‌های نلسون ماندلا، 3 سال قبل در ایام جام جهانی در اثر حادثه ترافیکی درگذشت. راهپیمایی کوتاه برای مسئولیت جاده‌ها به افتخار وی برگزار گردیده و همین طور در ویتنام و سراسر جهان برای مسئولیت جاده‌ها راهپیمایی می‌شود. کویکو ماندلا، کاکای زنانی، در راهپیمایی در واشنگتن شرکت نموده بود. اگر راهی وجود داشته باشد که به وجود بیاید و جان مردم را در آینده حفظ کند، ما باید مردم را یاد دهیم. به همین دلیل زیر اسم زنانی ما این کار را انجام دادیم. واکر کریستین تومن رانندگی یاد می گرفت و سالها قبل قربانی حادثه ترافیکی شده است و می خواهد مردم بدانند که نتیجه رانندگی خطرناک پیامد بدی را دارد. مردم افگار می شوند و صدمه روحی می بینند. اکنون من از رانندگی در نزدیک خانه‌ام هراس دارم. وقت رانندگی را یاد گرفتم، باید به جهت عقب موتر را بیرون بکشم. هر باری که این کار را می کنم، به ذهنم خاطره حادثه ترافیکی رخ می دهد. ری لهود، وزیر ترانسپورت ایالات متحده آمریکا می گوید، رانندگی با حواس پراگنده راه جدید هلاک شدن است. 86% ما کمربند بسته می کنیم، اما تمام دلیل آن پیام نوشتن و رانندگی، استفاده از سلفون همراه یا موبایل و رانندگی است و مردم تا کنون متوجه آن نشدند. سال گذشته رقم حوادث کشنده ترافیکی نسبت به 6 سال قبل که کمتر بود بالا رفته است. اما در سطح جهان اندازه رقم حوادث ترافیکی بلند رفته و پیش بینی می شود که رقم مرگ و میر از اثر حوادث ترافیکی در دهه آینده به 2 میلیون نفر برسد. فلهاد کوشش ها برای بلند بردن سطح آگاهی گروه سنی خاص یعنی جوانان بیشتر شده است و حتی اطفال کایزار 4 ساله درباره مسئولیت ترافیکی همه چیز را می فهمد. هر قدر از سن کمتر برای اطفال در مورد فرهنگ مسئولیت جاده ها تفهیم شود، آنها بیشتر عادت می کنند تا آخر زندگیشان مسئول رانندگی کنند. و شما نیز اعداد مسئولیت ترافیکی را به اولادهایتان برسانید. جیران ناصری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.